سلام، به خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز جمعه 21 ماه قوس سال 1393 هجری خورشیدی و 12 ماه دسامبر سال 2014 میلادی است. نخست سرخط مهمترین خبرها. واکنش ها به حمله انتحاری بر مرکز فرهنگی فرانسه در کابل. مملکت برقی من باشم انشالله اوتال ما آرام نیست. 100% سرداری دوبار داریم. متهم شدن شبکه حقانی با بکارگیری کودکان در حمله های انتحاری. در حمله دیروز شبکه حقانی با استفاده از یک طفل 15 ساله ای حمله را اندازی نمود. خوشبینی ها درباره معرفی نامزد وزیران در روزهای آینده. و فلج شدن بخش های از شهر کراچی پاکستان به دنبال اعتراض ها. مشروح خبرها. رئیس جمهور به زخمیان رویداد لیسه استقلال وعده می سپارد که به هر بهای کشور را آرام خواهد ساخت. رئیس جمهور غنی از زخمیان حمله انتحاری شام روز پنج شنبه در شفاخانه امرجنسی دیدار کرد. در همین حال ناصر سرمست، مسئول انستیتیوت حرفه‌ای موسیقی که در این رویداد زخم برداشته، میگوید هرگاه طالبان میخواهند با انجام این گونه کارها کابل را به یک شهر مرده مبدل بسازند، پیروز نخواهند شد و مردم و هنرمندان و کار و زندگیشان با قامت استوار ادامه خواهند داد. شماره دیگر از زخمیان این رویداد گفتند که فکر نمی کردند در یک مکان فرهنگی که هنرمندان گرد آمده بودند چنین رویداد رخ دهد. شکیلا ابراهیم خیل گزارش می دهد. درست انگام اجرای این نمایش تپش قلب و سکوت پس از انتحار. کجاست آن دستانی که دستم را بگیرد؟ داستان به واقعیت مبدل شد و هنگام اجرای نمایش انتحار کننده در میان شرکت کنندگان خودش را منفجر ساخت. زخمیان کلمه بر زبان دارند و خواهان کمکند. رئیس جمهور غنی شب هنگام از زخمیان این رویداد دیدار کرد. فضل خداوند که بلا بود و برکت بلا بود و برکتش. رئیس جمهور غنی هنگام دیدار به زخمیان این رویداد وعده سپرد به هر بهایی که شود این کشور را امن خواهد ساخت. که مملکت برقی من باشم انشالله اوتال ما آرام نیست. 100% سرداری دوبار داریم. در میان زخمیان این رویداد ناصر سرمست، بنیانگذار انستیتیوت مسلکی موزیک است. مرد هنرآفرین که موسیقی کشور را به تلاش‌هایش با آن سوی مرزهای کشور معرفی کرد. همه ما سرگرم دیدن برنامه بودیم. یک صدای بسیار خطرناک و مهم ما شنیدم. خودم در روی افتادم. من فکر کردم که همه چیز جزء می درام است. یه بخش از افکت‌های درام شاید باشه. اما یک وقت یک سر مدست کردم استاشم که بسیار به شدت خون روان بود و پس افتادم. آقای سرمز با اعتماد به نفسی که دارد میگوید که اگر هراس افغانان میخواهند با این حمله ها کابل را به شهر مرده مبدل بسازند ناممکن است و مردم به هیچ کسی اجازه نخواهند داد. نمیفهم چرا دشمن های مردم افغانستان با این کار خود میخواهند به دست بیارند. اگر اینا آرزو را داشته باشند که کابل به یک شهر مرده و افغانستان به قبرستان تبدیل کنند، ناممکن است. یک نویسنده و دو تصویربردار یک رسانه نیز مشمول زخمیان هستند. دو تن آنان چشم دیدشان را چنین میگویند. تمام دوستان کسانی بود که نویسنده ها بود و یک تعداد کسانی که در تئاتر کار میکردند در سینما. فقط این نمیازمی جمع مردم ها بود اونجا. وقت ما رفتیم به کمرا رسید کردیم ندانستیم دیگه بعد که چی گپ شد. من فهمیدم که یک آتش یک صدا آمد دیگه خیستم کم یک چشم نمیدیدم یک چشم میدید که در پایین افتیدیم سر رویم خون است دیگه از حرکت ماندیم لخصه کده خود کشیدیم. اما در میان همه این زخمیان وضعیت زبیر جوان تصویر بردار وخیم است.
اینجا بخش مراقبت جدی شفاخانه ایمرجنسی است. در شفاخانه ایمرجنسی 10 زخمی رویداد دیروز لیسه استقلال آورده شده. در اینجا زبیر تصویربردار تلویزیون میترا در این بخش بستری است و دکترها برای نجاتش تلاش دارند. زبیر اکنون بیشتر از هر زمان دیگر به دعای خانواده و دوستانش نیاز دارد. حمله این تاریک شام روز پنج شنبه در نشستی در مرکز فرهنگی فرانسه در لیسه استقلال رخ داد. یک شهروند خارجی کشته شد و نزدیک به 20 تن دیگر که همه جوانان بودند زخم برداشتند. مسئولیت این رویداد را طالبان پذیرفتند. در همین حال برخی از فعالان مدنی در اعتراض به سیاست‌های حکومت در برابر طالبان و ادامه کشتار غیر نظامیان در کابل راهپیمایی کردند. اعتراض کنندگان با گرد آمدن در برابر مرکز فرهنگی فرانسه در کابل سیاست‌های رئیس جمهور غنی در برابر طالبان انتقاد می‌کنند و می‌گویند که به طالبان نباید مخالفان سیاسی گفته شود. اعتراض کنندگان خواهان موقف روشن حکومت در برابر طالبان شدند. عابد جوینده گزارش می‌دهد. این اعتراض کنندگان طالبان را دشمن مردم می دانند و از رهبران حکومت وحدت ملی می خواهند تا از مخالف سیاسی خواندن دشمنان مردم دست بردارند. ما عملا با دشمن طرف هستیم که به کشتار مردم افغانستان همت گماشته و کمر بسته. چگونه میشه که کسی را که با سلاح کاملا مجهز به کشتار مردم افغانستان داخل صحنه می شود ما مخالف سیاسی بود؟ سیاست تضرر حکومت افغانستان، حکومت جدید افغانستان ادامه نته و به صدای مردم گوش بده و به حمایت مردم اعتماد بکنه. شام پنجشنبه یک نوجوان 16 ساله با انفجار مواد همراهش در نمایش تئاتر در مرکز فرهنگی فرانسه یک تن را کشت و 20 تن دیگر را زخمی ساخت. حمله ای که در افغانستان به پیشینه گفته شده است. چی یک صدا میکرد که کمک کسی در کمک نمیرسد. از سوی دیگر حمله انتحاری پنجشنبه شب بر مرکز فرهنگی فرانسه واکنش های جهانی را برانگیخته است. وزارت خارجه فرانسه این رویداد را حمله بر فرهنگ می داند و می گوید که چنین حمله های حراس افگنانه نمی توانند همکاری های فرهنگی و آموزشی این کشور را با افغانستان متوقف سازند. از سوی دیگر ایالات متحده آمریکا می گوید که مردم افغانستان را در تامین صلح و ثبات تنها نخواهد گذاشت. با این همه دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل حمله های حراس افگنانه را بر مرکزهای فرهنگی جنایت جنگی گفته. ناصر عزیزی گزارش می‌دهد. حمله انتحاری در مرکز فرهنگی فرانسه در کابل با محکومیت‌های جهانی روبرو شده است. حکومت‌های فرانسه، ایالات متحده آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله‌های حراس افغانانه را بر نهادهای آموزشی پذیرفتنی نمی‌دانند و بر پشتیبانی از مردم افغانستان تاکید می‌ورزند. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در واکنش به این حمله حراس افغانانه در لیسه استقلال می‌گوید که کمک‌های فرهنگی و آموزشی سبب افغانستان ادامه خواهند یافت. وی می افزاید که این گونه حمله های حراس افغانانه نمی توانند بر کمک های فرهنگی و آموزشی فرانسه در افغانستان اثرگذار باشند. چنان که رئیس جمهور و نخست وزیر فرانسه اعلام کردند، فرانسه کمک های آموزشی و فرهنگیش را به افغانستان متوقف نخواهد کرد و ما این کمک ها را ادامه خواهیم داد، زیرا این حمایت است که از مردم افغانستان می کنیم. در همین حال یونما یا ماموریت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان حمله های حراس افغانانه را بر نهادهای آموزشی جنایت جنگی می داند و حمله انتحاری شام روز پنج شنبه را در مرکز فرهنگی فرانسه به شدت نگوهش می کند. عملات بالای مراکز آموزشی، مراکز فرهنگی در جایی که مردم ملکی تردد دارند کاملا ممنوس و میتونه که جرم جنگی یا جنایت جنگی محسوب شود. از سوی دیگر سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل با ابراز تسلیت به خانواده های قربانیان این رویداد بر پشتیبانی از افغانستان تاکید می‌ورزد و می‌گوید که متحدان جهانیش را در تامین صلح و ثبات بیشتر در افغانستان تنها نخواهد گذاشت.
شبکه حقانی حمله انتحاری را بر مرکز فرهنگی فرانسه در کابل سازماندهی کرده است. سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی با ابراز این مطلب میگوید که شبکه حقانی میکوشد در حمله هایش در افغانستان حتی از کودکان استفاده کند. در همین حال ریاست میگوید که در چند روز اخیر روزهای پردستاورد داشته است تا افزون بر دستگیری شماره از هراس افغانان و ذخیرگاه های جنگ افزارهای هراس افغانان نیز دست یافته است. طارق مجیدی گزارش می‌دهد. نمایشی از چگونگی رسیدگی به قربانیان حملات انتحاری و انفجاری که با یک حمله انتحاری به حقیقت مبدل شد و تماشاگران زیادی را به خاک و خون کشانید. اکنون ریاست عمومی امنیت ملی می‌گوید که بررسی‌های نهاد نشان می‌دهند که شبکه حقانی با بی‌رحمی از این نوجوان مدرسه‌ای در این حمله کار گرفته است. دشمنان بی‌شرم و بزدل ما حتی بالای اطفال نیز ترحمی ندارند. در حمله دیروز شبکه حقانی با استفاده از یک طفل 15 ساله ای حمله را اندازی نمود و این حمله اکثریت تلفاتش دیگر اطفال و متعلمین لیسه استقلال بود. اینان نیز کسانی هستند که از سوی ریاست عمومی امنیت ملی در جریان فعالیت‌های هراس افغانانه ایشان در پایتخت، ولایت‌های شرقی، شمالی و جنوبی کشور بازداشت شدند و گفته می‌شود که بیشتر آنان با شبکه حقانی پیوند دارند. ریاست عمومی امنیت ملی عملا در کار شده با همکارای وزارت امور داخله خود با یک فضای تشریک مسائل بسیار نزدیک ما فعلا امنیت شهر کابل تامین میکنیم و شما خود شاهد ازی هستین که چندین حمله بزرگ دشمن ما تانستیم قبل از وقوع آن حتی قبل از رسیدن به هدف از اینا خونسا نماییم. جنگ افزارهای سنگین، نیمه سنگین و چندین تن مواد منفجره ای که قرار بود با آنان بخشهایی از پایتخت و دیگر ولایت های کشور آماج قرار داده شوند و روشن نیست که این جنگ افزارها از چه کسانی در کشور قربانی می گرفت. اعضای کمیته گزینش نامزد وزیران تازه میگویند که تا یک هفته آینده گفتگوهای نهایی روی معرفی نامزد وزیران صورت خواهد گرفت. این در حالی است که نماینده ویژه رئیس جمهور در بخش اصلاحات و حکومتداری خوب میگوید حکومت هایی که از گروه های رقیب تشکیل شوند مشکلات به همراه خواهند داشت. وی بر معرفی نامزد وزیران در هفته های آینده خوشبین است. طارق مجیدی گزارش میدهد. هرچند هنوز مهلت تعیین شده چهار هفته‌ای پس از نشست لندن برای معرفی نامزد وزیران تازه بر روزهای پایانیش نرسیده است، اما چهره های نزدیک به رئیس جمهور و رئیس اجرایه به معرفی نامزد وزیران پیش از این مهلت تعیین شده سخن میزنند. مبارزه قدرت یا تقسیم قدرت در جایی که حکومت ها از دو گروه به وجود بیان مثلا من سریعی که کدام چوکی را بگیره حتما مشکلاتی وجود می داشته باشه این قابل درک است. ان شاء الله به مردم اطمینان میتیم که تا یک هفته دو هفته دیگه مشکلات حل میشه. همین گونه اعضای کمیته گزینش نامزد وزیران میگویند که اختلاف های جدی در کار معرفی نامزد وزیران تازه وجود ندارند. و یقینا ما در همین هفته آینده شاهد این خواد بودیم که قدم های در جهت معرفی کابینه برداشته شد. پس از انتقادهای شدید از ادامه کار سرپرست وزیران در وزارتخانه های کشور، اکنون مدیریت این وزارتخانه ها را معین های پیشین این وزارت ها به دست گرفتند و به تازگی سرپرست وزیران وزارت های امور خارجه، امور زنان، مالیه، تجارت و صنایع نیز مسئولیت هایشان را به سرپرست های تازه این وزارت ها سپردند. با پلیس بدخشان میگوید که 10 سرباز اسیر شده پلیس در ولسوالی وردوج این ولایت در یک عملیات نیروهای امنیتی از بند طالبان آزاد شدند. این سربازان در حدود 1.5 ماه پیش در جریان یک نبرد به اسارت طالبان درآمدند. طالبان خواهان آزادسازی شمار از طالبان زندانی در بدل رهایی این سربازان شده بودند. ولسوالی وردوج از بخش‌های ناامن ولایت بدخشان به حساب می‌رود و کاروان‌های نیروهای امنیتی در این ولسوالی بارها با کمین طالبان روبرو شدند. ادامه خبرها.
اعتراضات هواداران تحریک انصاف به فلج ساختن کراچی پرنفوذترین شهر پاکستان انجامید. این اعتراضات ضد حکومت بر رهبری عمران خان که امروز در شهر کراچی آغاز شد، بستن جاده ها، متوقف ساختن نظام حمل و نقل و بسته شدن نهادهای آموزشی را به همراه دارد. کراچی پر جمعیت ترین شهر و مرکز بازرگانی پاکستان گواه اعتراضات ضد حکومت است. در اینجا معترضان بر رهبری عمران خان رئیس تحریک انصاف کرده هم آمدند و بر کنارگیری نواز شریف از سمت نخست وزیری پاکستان تاکید می‌ورزند. شماره از هواداران تحریک انصاف با آتش زدن شماره از تیرهای موتر خشمشان را در برابر حکومت کنونی ابراز می‌نمایند. در اینجا همه به درخواست عمران خان گرده هم آمدند تا از حرکت وی برای یک پاکستان تازه پشتیبانی کنند. از دیشب بدین سو ما در 27 محل شهر کراچی دست به تحصن زده ایم تا این شهر را فلج سازیم. اعتراضات ضد حکومت به رهبری عمران خان از نزدیک به 4 ماه به این سو در پاکستان ادامه دارد و معترضان خواهان کنارگیری نواز شریف از قدرت هستند. حکومت کنونی پاکستان برای از میان برداشتن این بنبست سیاسی خواهان گفتگو با تحریک انصاف است، اما گفتگوهای انجام شده تا کنون به نتیجه بودند، زیرا نواز شریف بر ادامه حضورش در قدرت تاکید می‌ورزد. تحریک انصاف ادعا می‌کند که نواز شریف با تقلب در انتخابات سال پار میلادی به قدرت رسیده است، ادعایی که از سوی نواز شریف رد شده است. و این هم چند گزارش کوتاه دیگر از جهان. رئیس CIA یا سازمان استخبارات مرکزی ایالات متحده آمریکا از کارکردهای این سازمان دفاع می کند. هرچند شکنجه شدن مظنونان القاعده از سوی CIA انتقادهای زیاد را برانگیخته است، اما رئیس CIA چگونگی بررسی کمیته استخبارات مجلس سنای آمریکا را درباره بازجویی این سازمان از مظنونان سخت انتقاد می کند. جان برنن می گوید که برنامه بازجویی CIA از حمله های هراس افکنانه در برابر ایالات متحده آمریکا جلوگیری کردند، اما میپذیرد که شماری از شیوه های بازجویی نفرت انگیز بودند. دور تازه گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان به روز 17 ماه دسامبر سال روان میلادی برگزار خواهد شد. معاون وزارت خارجه و گفتگو کننده هسته‌ای ایران میگوید که این گفتگوها در ژنو از سر گرفته خواهند شد. طوفان در ایالت کالیفرنیای آمریکا 1 قربانی گرفت و ده ها هزار خانه را از نور برق محروم ساخته است. این طوفان که دیروز به کالیفرنیا رسید، باران های شدید و تندباد ها را به همراه داشته است. گفته می شود که این طوفان سبب شده است تا صدها پرواز ملغا شوند. با این هم چند خبر اقتصادی. کار بسیاری از پروژه های توسعه‌ای با ویژه پروژه های زیربنایی در ولایت های شمال کشور با کندی روبرو است. نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب هنگام بازدید از پیشرفت ها در کار شمار از پروژه های جاده سازی در ولایت های پروان و کاپیسا می گوید که کار این پروژه ها باید هرچه زودتر از سر گرفته شود. وی می گوید که تا 6 ماه دیگر طرح زیربناهای اقتصادی افغانستان تکمیل و عملی خواهد شد. نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب هین بازدید از شماری از پروژه های جاده سازی در ولایت های پروان و کاپیسا می گوید که در عملی شدن به موقع این پروژه ها بی پروایی شده است. احمد ضیا مسعود می گوید که کار ساخت جاده حلقه کابل، جاده کابل پروان و جاده پروان کاپیسا با کندی به پیش می رود و وزارت فواید عامه باید در تکمیل شدن این پروژه ها تلاش بیشتر کند. اراده سیاسی قوی هم وجود داره که تمام پروژه اقتصادی به صورت درست تطبیق شد. ما یقین دارم که مرحله نو یک فضای نو در حیات اقتصادی مردم افغانستان خواهد. ترافیک بسیار سنگین و حوادث بسیار ترافیکی رخ میدهد که برای همیش ما وقتی که شفاخانه ولایتی پروان هم میبینیم، شفاخانه قره‌باغ هم میبینیم و شفاخانه بنیسی پنجشیر هم میبینیم و همش حوادث ترافیکی است. از این ناحیه چالش و تکلیف بسیار زیادی را مردم پروان و خصوصا کاپیسا و شمال کابل دارد.
در این حال سرپرست ولایت کاپیسا نیز از تأخیر چند ساله در شماری از پروژه های این ولایت سخن میگوید. این شفاخانه همین تعمیریم که فعلا ساخته شده این معیاری نیست و این در آینده سر مریضا خدا ناخواسته ایش سقوط میکنه، هم یک ضایعه بزرگ است. بناهن ما فسخ قرارداد زیر میخواییم. از سوی هم مسئولان وزارت فواید عامه کمبود بودجه را یکی از علتهای کندی کار در این پروژه ها میدانند. بودجه انکشافی افغانستان نه تنها در این پروژه بلکه در اکثر پروژه هایی که ما پیش میبریم به نسبت کمبود بودجه ما نتانستیم بلهای قراردادی را باخت زمان برشان تادیه بکنیم. این در حال است که گفته می شود در شماری از ولایت ها شماری از پروژه های زیربنایی به ویژه جاده ها همواره با تأخیر زیاد از زمان تعیین شده آن عملی می شوند و در برخی موارد پروژه هایی که زمان اندک از ساخت آنها می گذرد دوباره تخریب شدند. و وزارت مالیه از جامعه جهانی خواهان کمک بیدرنگ 420 میلیون دلار است. رئیس خزانه وزارت مالیه میگوید که در نشست مشترک با نمایندگان کشورهای کمک کننده این کشورها از 537 میلیون دلار نیازمندی حکومت افغانستان برای جلوگیری از نارسایی های مالی امسال تنها 117 میلیون دلار کمک کردند و اگر 420 میلیون دلار دیگر این بسته کمک نشود شمار از حساب های مالی قراردادی و حقوق شمار از کارمندان دولت در سال آینده مالی پرداخت خواهد شد. مسئولان این ریاست میگویند که پرداخت باقی داری های امسال از بودجه سال آینده اثرهای ناگوار بر وضع مالی در سال آینده نیز خواهد گذاشت. با عرض سلام، تیم ملی پانکرشن افغانستان در بخش تیمی رقابت‌های قهرمانی جنوب آسیا بر سکوی نخست استاد و تیم‌های نپال و هند در مکان‌های دوم و سوم قرار گرفتند. در بخش انفرادی صفی الله کوهستانی با پیروزی در برابر حریفان از هند و نپال راهی دیدار پایانی شد و فردا برای به دست آوردن مدال طلا در برابر دیگر حریف نپالی‌اش قرار خواهد گرفت. امید کوهستانی، محمد زمان و ولی فرزاد نیز با پیروزی در برابر حریفانشان راهی مرحله بعدی شدند. رقابت‌های لیگ تکواندو کابل آغاز شدند و در نخستین هفته این رقابت‌ها 8 دیدار برگزار شد. در این رقابت‌ها 40 تیم حضور دارند و برای 39 هفته با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. فدراسیون تکواندو برگزاری این رقابت‌ها را در افزایش مهارت‌های تکواندوکاران مؤثر می‌داند. در نخستین هفته این رقابت‌ها 8 دیدار برگزار شد که در مهمترین دیدارهای برگزار شده باشگاه معروف قاسمی 4-0 باشگاه عباس را از پیش رو برداشت. باشگاه قطعی خاص 6-2 در برابر باشگاه هدایت الله نظری به برتری دست یافت و خالد بن ولید 4-0 از صد باشگاه تلاش گذشت. یگانه راه خوب و برنامه‌های متواتر همین لیگ است که ما بتوانیم که پشتیبانی خوب بر تیم ملی نوجوانان، نونهالان و بزرگسالان داشته باشیم که در مدت 4 سال برنامه‌های لیگ متواتر تنظیم نشده بود. هر کس هم صدادش معلوم شده که ما چقدر کم بوتی دارم و چقدر کار خوب کردیم. رقابت‌های تکواندوی بزرگ سالان کابل 39 هفته ادامه خواهند داشت و فدراسیون تکواندو میگوید که به خاطر بالا بردن مهارت‌های تکواندوکاران از هفته آینده لیگ تکواندوی نونهالان و نوجوانان کابل را نیز برگزار خواهند کرد. مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ اروپا به پایان رسید و تیم‌های صعودکننده مشخص شدند. در مهمترین دورها مونشن گلادباخ 3-0 از صد اف سی زوریخ گذشت. ویارال 2-0 در برابر آپولون به پیروزی رسید و اینتر میلان به برابری بدون گل در برابر قره‌باغ آذربایجان دست یافت. برنامه‌های دیگر تولو نیوز با تولو را هم دنبال کنید. خدا نگهدار.